سلام، چطوری؟ بریم سراغ خبرها. چی عزیزم، یه جوری نگاه میکنی؟ گلم، من 2 هفته اینجا نبودم، یکیتون نیومد یه دایرکتی، کامنتی، سوالی بگه. بدبخت خانم مجری، تو مردی یا موندی؟ نکنه گرفتنت، نکنه بلایی به سرت اومده؟ کجای صدا در نمیاد؟ بعد انتظار داریم بعد 2 هفته در این سکوت و بیخبری پاشم با دایره دنبک بیام اینجا احوال پرسی گرمم بکنم؟ عمرن اصرار میکنین هی. آخه میدونم بابا، شما هم گرفتارین دیگه. من بدبخت این دل واموندم، من مگه دلم میاد باهاتون قهر کنم؟ قربونتون برم، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. ببخشید که نبودم. بریم سراغ خبرها. گذشته هفته ها از حمله حماس به اسرائیل و حمله متقابل اسرائیل به غزه که کلی آدم بدبخت و بیچاره این وسط کشته شدن، مقامات ایران سختترین و وحشتناکترین اقدامات را علیه اسرائیل به کار گرفتند، بدین صورت که روز اول که حماس حمله کرد، جعبه شیرینی گرفتن دستشون، اومدن تو خیابون بین مردم شیرینی پخش کردن، کلی آهنگای شاد پخش کردن واسه مردم، واسه جنگ فکر کن. بعد کلی سخنرانی کردن که آره دیگه اسرائیل تموم شد و دقیقه های آخر و این داستانا. قضیه که جدی تر شد، مقامات ایران شروع کردند به گفتن اینکه والا به خدا ما خوشحال شدیم که حمله کرد حماس، ولی اصلا ما در جریان نبودیم، خودشون کردن، به ما چه، اصلا ما خبر نداشتیم. اسرائیل که حمله کرد، اینا دوباره اومدن گفتن که ببینید اگه مردم فلسطین رو بکشین، ما چنان پوستی از کلتون میکنیم و پدرتون رو در میاریم که بیا و ببین. بعد وقتی مردم غزه کشته شدن، صدا و سیما ایران نهایت لطفی که کردیم بود که پویش پیامکی گذاشت که آره هر کی میخواد با اسرائیل بجنگه یه پیامک به ما بده. ما که ندیدیم، خودشون میگن 7 میلیون نفر پیامک دادن، اعلام آمادگی کردن. 150 تا نماینده مجلس هم گفتن که اگر اجازه بدید ما پا میشیم میریم. والا نمیدونم اجازهشون دست کیه. خب برید پدرشون رو در بیارید دیگه، منتظر چی هستین؟ حالا الان چند روزه که اسرائیل وارد غزه شده، نه از اون 7 میلیون نفر خبری هست، نه از اون 150 تا نماینده مجلس. یعنی واکنش سخت و کوبنده‌ای که میگفتن در این حد بود. همونایی که روز اول داشتن شیرینی پخش میکردن و تو خیابون، الان دارن واسه مردم غزه شمع روشن میکنن، حلوا پخش و گریه میکنن. آخه جنگ شادی داشت؟ جنگ بودا، نکنه انتظار چیز دیگه ای داشتیم توش؟ لازم به ذکر است که پس از کمپین ناب کوکاکولای تولید خوشگوار مشهد، آخرین اقدام کوبنده ایران علیه اسرائیل برگزاری پویش قابلمه جلوی درب ورودی دانشگاه تهران بود. در این حرکت خشن، زنان قابلمه غذای فلسطینی مغلوبه را چپه کردند و همزمان نیز از کودکان خواستند که موشک کاغذی درست کرده و به سمت پرچم اسرائیل پرتاب کنند. یعنی خشونت داره بیداد میکنه تو این مملکت، نکنید اینجوری، کشتینشون، به خدا گناه دارن. مهدی خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت که سینمای ما به اندازه کافی اسلامی نیست و باید تبدیل به برند سینمای اسلامی در جهان بشویم. چشم عباس آقا، میتونیم با یه نظریه من کاملا موافقم. اصلا چه معنی داره این همه بیبند و باری و کثافت توی سینمای ایران؟ چه معنی میده که توی فیلم ها خانوما شال رنگی میبندن سرشون، دولاخ موهاشون از جلو بیرون میاد؟ وای خاک بر سرم، آدم نمیدونه تو سینما فیلمو نگاه کنه یا با دیدن این فیلم های مستهجن وسط سینما زناشویی کنه. تحریک آمیزی هم حدی داره به خدا. مورد داشتیم که توی فیلم مستهجن سینمایی خانوم با شال و هدبند و مانتو رفته حموم. خب جمع کنید این کثافتکاری ها رو از سینما، جلوی موی زنا بیرونه. خب کاری نداره که از خانمایی توی سریال های تلویزیون مال صدا و سیما یاد بگیرین هدبند بزنن، روش مقنعه بپوشن، روش هم اگه نقش اون خانم مثبت بود چادر مشکی، اگه منفی بود یه شال رنگی بندازن. به همین سادگی سخت نیستش که. یعنی چی که تو فیلم های سینمایی توی ماشین موزیک میذارن پخش میکنن؟ اون تو شما
شما کدوم خانواده ایرانی رو دیدین که تو ماشینش موزیک گوش کنه؟ همه مدداهی. مدداهی چش مگه؟ یعنی چی که توی فیلم ها زن ها توی خونه خودشون موقع خواب حتی رو سری سرشونه؟ مگه چادر چشه؟ الان خود ما توی خونه با چادر میخوابیم. یعنی چی که توی فیلم ها مردا زن دارن؟ خب نمیگین مخاطب توی ذهنش یه موقع تصور میکنه که خب این مرد ممکنه شبا خدایی نکرده زبونم لال بره پیش زنش بخوابه. یعنی چی که توی فیلم ها بچه های خانواده رو شما نشون میدین؟ تا کی کثافت کاری؟ تا کی استهجان؟ خب شاید مخاطب بیاد تصور کنه که این بچه چجوری ساخته شده، مامان و بابای توی فیلم و توی اون صحنه تصور بکنه اون با جواب کیو چی میخوایم بدین؟ ها؟ اصلا چه معنی میده که توی فیلم ها زن وجود داشته باشه؟ آیا نیاز سینمای ما به زن است؟ اصلا مگه زن جاش توی سینماست؟ من نمیفهمم تا به کجا زن باید بشینه توی خونه قرمه سبزیشو درست کنه، به شوهرش خدمت رسانی بکنه، واسه آقایشون تشت شیر درست کنه، گل بپاشه، همش هم تپ و تپ و تپ فرزند آوری بکنه. اصلا بدون زنم میشه سینما داشت؟ حالا فوقش یکم فیلم ها رو اسمشون رو باید عوض بکنیم، فیلم ها جدید رو کاری نداره که مثلا جدایی نادر از سیمین رو میکنیم، جدایی نادر از قادر، مثلا برادران حسن، یا من عبدالله 15 سال دارم. آقا کاملا حق با شماست، ما کاملا قبول داریم. ننگ بر سینمای مستهجن، ننگ ما، ننگ ما، دلاخ موی زن ما. توی اتفاقی نادر از یک خانم دکتر بدون پارتی، بدون سفارش و بدون رانت و این داستانها به عنوان پزشک نمونه آمل تقدیر شد. در این مراسم خانم دکتر فاطمه رجایی برای دریافت لوح تقدیر خود در حالی که شالش روی سرش نبود و دور گردنش انداخته بود روی سن رفت، لوحش را گرفت، براش دست دادند و برگشت نشست روی صندلیش. در پی وقوع این فاجعه چندین تن از مدیران بهداشت و درمان آمل برکنار شدند. پروانه طبابت خانم دکتر نیز باطل شد و از وی یک اعتراف اجباری گرفته شد و در نهایت تالاری که مراسم در آن برگزار شده بود هم پلم شد. همچنین دادستانی دستور پیگیری های بیشتر برای بررسی علل و عوامل این فاجعه را صادر کرد و امام جمعه آمل نیز دستور چادری شدن خانم دکتر را صادر نمودند. کمه، لامصب، کمه، میفهمی؟ من راضی نیستم، اصلا راضی نیستم. چرا با این کثافتکاری انقدر شل برخورد میکنی؟ مگه مثلا اختلاس کرده یا دزدی کرده یا آدم کشته و جنایت کرده که انقدر راحت ازش میگذرین؟ لامصب موهاش دیده شده، میفهمی یعنی چی موهاش دیده شده؟ شما اگر عدل و انصاف سرتون میشد تا الان سر این دکتر رو برده بودین بالای دار، شهر آمل رو قرنطینه کرده بودین، تک تک ساکنان آمل باید بازجویی بشن، هر مریضی که احیانا یک بار توسط این خانم دکتر معاینه شده حتما باید شلاق بخوره. نمیفهمین دیگه، نمیفهمین. بیعدالتی داره توی این مملکت بیداد میکنه، کسی نیست صدای ما رو بشنوه. ننگ بر ماها که سکوت کردیم، از ماست که بر ماست. هشتگ التماس تفکر گلم، همین روزاست دیوونشم. در هفته ای که گذشت جمعی از معلمان خوزستانی برای بیان مشکلات فراوان مدارس شهری و روستایی و وضعیت نابسامان خود، دانش آموزان و مدارس در حضور علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس گرده هم آمدند. آقای منادی در جمعی معلمان زحمتکش و دلسوز به سخنانشان گوش داد. نه تو خود حدس بزن، این قسمت حدساشو خیلی دوست دارم. چی؟ دستور پیگیری و حل مشکلات داد؟ نه بابا نه. دلداریشون داد؟ نه. چی؟ آها جلسه رو ترک کرد؟ نه بابا کاش ترک میکرد. وی در حالی که معلمان با ناراحتی از مشکلات خود گله میکردند خودش را باد زد، خم شد، از زیر میز کشمیش در آورد خورد، انگشتش رو تا مچ کرد دندونش، اه آشغال در آورد اینجوری نگاش کرد، دوباره گذاشت دهنش، یه آروغ ریزی هم زد، بعد آب خورد و سپس دولنگ خود را از وسط باز کرده لم داد و چرت زد. میدونی گلم، تقصیر تو نیست که، مشکل از ننه بابات عزیزم. وقت نمیذاریم برای تربیت بچه هاشون. تو خونه هر غلطی میکنن لباتون رو قنچه میکنین، میگین اوخی قربونیت برم بچه هست، در نتیجه یه همچین تاپالهی تحویل جامعه میدین. حالا هی مدارج رو تو این مملکت طی کنه، چه فایده ادب نداره؟
ما اینجوری بزرگ نشدیم که. ما وقتی یکی حرف میزد اگه فقط مردم اگه چشممون این ور اون ور میشد، ننه بابامون چنان چشخوره ای میرفتن که از صد تا کتک واسه ما بدتر بود. معنی داشت اون چشخوره. همین شد که یاد گرفتیم وقتی یکی سه حرف میزنه مثل بچه آدم بشینیم حرفاشو گوش بکنیم. طرز خوردن و نشستن و ادب توی جمع و این چیزا هم که بماند، اصلا هیچی ولش کن، اندازه شماها نیستش. پس از انتشار این ویدیو در فضای مجازی و واکنش گسترده مردم، علیرضا منادی گفت ببخشید هوا گرم بود، منم خسته و گشنه بودم. میدونی گلم، ببین منو نگاه کن، تو همون گرما و با همون خستگی و گرسنگی همون معلمایی که شما جلوشون لم داده بودی دارن با صد تا دانش آموز سر و کله میزنن هر روز. یعنی میخوام بگم اگه فیلمت پخش نمیشد و مردم به روح خودت و عمت و اینا سلام نمیفرستادن، عمرن یه ببخشید ساده هم از دهنت در نمیومد. اینه وضعیت مسئولای ما، اینه وضعیت ما با شماها. و اما یک خبر ورزشی، افتخاری دیگر برای ورزش به باد رفته مملکت عزیزمان. در مسابقات پارا آسیایی ویژه ورزشکاران معلول در رشته جودوی نابینایان، تیم داوری پس از شروع مسابقات به یکی از جودوکاران تیم نابینایان ایران شک کرده و بعد از بررسی متوجه شدند که ورزشکار ما اصلا نابینا نیست. خیلی هم بیناست، یعنی خیلی خوب با ده ده هم میبینه مثل عقاب. اصلا اون هیچی، گواهینامه رانندگی هم داره، اونم هیچی، توی مدرسه و دانشگاه معمولی هم تحصیل کرده، اونم هیچی، پارسال پیارسال هم تو مسابقات آسیایی و جهانی جودوی معمولی هم شرکت کرده بوده، بعد مدال هم آورده بوده. خب خنگ احمد، نمیگی میفهمن؟ خب تو که مقام داشتی نگفتی میرن یه سرچ ساده تو گوگل میزنن اسمتو عکستو همه رزومه خودتو اجدادتو میارن تو صفحه؟ اصلا خودت به درک. من موندم تو اون فدراسیون لعنتی یه دونه آدم حسابی پیدا نمیشه که جلو این آبروریزی ها جلو جلو بگیره. نکنه دست جمعی جمع شدی همچی فکر شاهکاری کردی اینو فرستادینش؟ مملکت نیستش که، نه در داره نه پیکر داره نه نهاد ناظر سالمی داره، اصلا هیچی. ما چرا باید مسخره عام خاص بشیم همش؟ اصلا من چرا باید بشینم اینجا این چرت و پرتا رو بخونم؟ خاک بر سر من، خاک بر سر. چقدر داییم گفت برو مامایی بخون، حداقل نون تو مامایی میرفتم، این خبرام دور بودم والا به خدا. هنوز از دستتون ناراحت، اما یکیتون تو دو هفته نیومدیم بپرسیم من ولش کن، اصلا ولش کن، من کارم تموم شد. بچه این خلاصه خبرهای دو هفته گذشته بود، فقط خلاصه شد، وگرنه ماشاءالله چیزی که زیاد خبر. حالا گلم خبری هست که ما بی خبریم، شما واسمون تو کامنت ها بنویس. بچه خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشین، لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله و این داستان هم که دیگه لازم به ذکر نیست، لطف شماست به ماست. قربونتون برم، خداحافظ.